بینندگان عزیز، درود بر شما. سنا روحانی هستم و در این بخش خبری دو خبر از سرویس خبری جامعه جهانی بهایی را با شما عزیزان در میان خواهم گذاشت. خبر اول در ارتباط با محکومیت شدید نقض حقوق بشر در ایران توسط سازمان ملل و پیوستن پارلمان اروپا به اعتراضهای بین المللی است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در یکی از شدید و لحن‌ترین قطعنامه‌های خود تا به امروز آشکارا ایران را به خاطر موارد جدی، مداوم و مکرر نقض حقوق بشر محکوم کرده است. کمیته سوم مجمع با 86 رأی موافق در برابر 32 رأی مخالف و 59 رأی ممتنع قطعنامه 6 صفحه‌ای را تصویب کرد که به گستره وسیعی از تجاوزات و بد رفتاری های ایران، از جمله افزایش چشمگیر اعدام ها، استفاده از شکنجه، هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر به صورت روشمند، خشونت فراگیر علیه زنان و تبعیض مستمر علیه اقلیت ها از جمله پیروان آیین بهائی اشاره می کند. بانی دوگال، نماینده ارشد جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد، گفت قطعنامه امسال با فهرست طولانی و مفصل خود از جنایت‌های رخ داده علیه شهروندان عادی، رفتار مقامات ایران را با شدیدترین لحنی که تا به حال دیده ایم محکوم کرده است. او گفت این قطعنامه تردیدی درباره برداشت جامعه از تلاش‌های بیوقفه ایران در نقض تقریباً همه موارد حقوق بشر به جا نمی‌گذارد. قطعنامه پس از گزارش‌های اخیر دبیر کل سازمان ملل متحد بان کیمون و گزارشگر ویژه تازه برای حقوق بشر در ایران منتشر شد. در گزارش‌های افراد یاد شده نیز به شدت از تجاوزهای جمهوری اسلامی به حقوق بشری انتقاد شده است. حوزه‌های نگرانی قطعنامه که با حمایت حدود 42 کشور تنظیم شده 16 حوزه نگرانی را فهرست می کند که از شکنجه و افزایش استفاده از مجازات اعدام تا محدودیت‌های روشمند و جدی در زمینه آزادی تجمع مسالمت آمیز و محدودیت‌ها و ممانعت‌های شدید در زمینه حق آزادی فکر، وجدان، دین یا عقیده را در بر می گیرد. در قطعنامه همچنین برای اولین بار ضمن اشاره به کنترل مکاتبات، ایمیل‌ها و پست‌های صوتی توسط دولت از نگرانی‌هایی در زمینه مداخلات غیرقانونی در حریم خصوصی افراد یاد می‌شود. نقض مکرر ضوابط قانونی در دادرسی‌ها نیز در این قطعنامه برجسته شده است. از جمله به استفاده روشمند و خودسرانه از زندان انفرادی طولانی مدت، دسترسی نداشتن بازداشت شدگان به وکیل حقوقی مورد انتخاب خود، ندادن اجازه آزادی با قرار وثیقه به بازداشت شدگان و شرایط بد زندان‌ها مانند ازدحام شدید و سطح پایین بهداشت و نیز گزارش‌های مدام بازداشت شدگان درباره شکنجه و تجاوز و دیگر شکل‌های خشونت جنسی اشاره شده است. افزایش حمله به بهائیان، نقض حقوق و تبعیض مداوم علیه اقلیت‌های قومی و دینی به ویژه مشکلات پیش روی اعراب، آذری‌ها، بلوچ‌ها و کردها و نیز تبعیض علیه مسیحیان، یهودیان، صوفیان، مسلمانان سنی و زرتشتیان علت دیگری برای نگرانی است. افزایش حمله به بهائیان، نقض حقوق و تبعیض مداوم علیه اقلیت‌های قومی و دینی به ویژه مشکلات پیش روی اعراب، آذری‌ها، بلوچ‌ها و کردها و نیز تبعیض علیه مسیحیان، یهودیان، صوفیان، مسلمانان سنی و زرتشتیان علت دیگری برای نگرانی است.
گزارش‌های نیز درباره افزایش حمله به بهائیان و مدافعان آنها از جمله در رسانه‌های مورد حمایت دولت، افزایش عمده در تعداد بهائیان دستگیر و بازداشت شده از جمله حمله هدفدار به مؤسسه آموزش بهائی، اعاده و بازگرداندن احکام 20 ساله زندان برای 7 رهبر بهائی پس از تخلفات عمیق در روند قانونی محاکمه آنها و اقدامات تازه برای محروم کردن بهائیان از استخدام در بخش‌های عمومی و خصوصی ارائه شده است. قطعنامه از ایران می‌خواهد که به محرومیت و تبعیض علیه زنان و اعضای گروه‌های خاص از جمله پیروان آیین بهائی در زمینه‌های دسترسی به آموزش عالی و نیز زدن برچسب جرم به تلاش‌هایی که در فراهم کردن آموزش عالی برای جوانان بهائی محروم از ورود به دانشگاه‌های ایران انجام می‌شود پایان دهد. همچنین از ایران خواسته شده است در تلاش‌های مربوط به نظارت بر تعهدات در زمینه حقوق بشر با سازمان ملل و مقامات آن همکاری کند. قطعنامه که انتظار می‌رود در ماه دسامبر به تایید کل مجمع برسد، همچنین از دبیر کل سازمان ملل می‌خواهد که دوباره سال آینده گزارشی درباره حقوق بشر در ایران تهیه کند. قطعنامه اروپایی، قطعنامه شدید اللحن مشابهی علیه نقض حقوق بشر در ایران نیز روز 17 نوامبر در پارلمان اروپا به تصویب رسید. بانی دوگال، نماینده ارشد جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو گفت: ما از این قطعنامه ها استقبال می کنیم و امیدواریم که حکومت ایران سرانجام به تقاضای جامعه بین المللی مبنی بر پایان دادن به این گونه اعمال و بازگشت به حکومت قانون توجه کند. و اما خبر دوم درباره بهائیان آفریقای جنوبی و تجربه 100 سال برابری نژادی است. جوهانسبرگ. امروز بهائیان آفریقای جنوبی با هر پیشینه‌ای می توانند آزادانه با هم ملاقات کنند و باور خود را به یگانگی نوع بشر نشان دهند. اما همیشه این چنین نبوده است. از جمله داستان‌هایی که در جشن 100مین سالگرد جامعه بهائی آفریقای جنوبی گفته شد، داستان‌های مخاطراتی بود که بهائیان در پیروی از آموزه‌های آیین خود طی سخت‌ترین سال‌های آپارتاید با آن مواجه بودند. خوزی فورو، یک سخنگوی بهائیان آفریقای جنوبی، گفت اعضای جامعه نقش بهائیان اولیه در ترویج یگانگی در کشوری با گذشته پرآشوب و دچار جداسازی نژادی را مورد بررسی قرار دادند. او گفت اما علاوه بر آن، با اجراهای موسیقی، نمایش و برنامه‌های سمعی بصری، نقش جامعه بهائی در اشاعه مفاهیم برابری نژادی، برابری جنسی، آموزش اخلاقی کودکان و نوجوانان و گفتگوی میان ادیان در این کشور را جشن گرفتیم. تابو امبکی، رئیس جمهور پیشین آفریقای جنوبی، در پیامی خطاب به گردهمایی که در 12 نوامبر در مرکز ملی بهائیان برگزار شد گفت: برای ما بسیار دلگرم کننده است که شما در پاسخ به چالش‌های توسعه انسانی نه تنها در صدد خدمت کردن بوده اید، بلکه کوشیده اید توانمندی همه افراد انسانی را در پیشرفت خودشان از جمله در اخلاق پرورش دهید. انتخاباتی چند نژادی. به شخصیت‌های برجسته میهمانان شرکت کننده در جشن یاد بود گفته شد که چطور پس از ورود آیین بهائی به آفریقای جنوبی در سال 1912 میلادی، مردمی از همه نژادها به تدریج به جامعه بهائی پیوستند. تا سال 1956، وقتی جامعه آنقدر بزرگ شده بود که برای اولین بار یک شورای اداری منطقه‌ای انتخاب کند، بهائیان از جنوب آفریقا با پیشینه‌های نژادی متنوع در مزرعه‌ای کوچک در هایویلد گرد هم آمدند.
برای احتیاط ریجینال توروی نقاشی برجسته که بهایی بود در جاده‌ای که به خانه باغ منتهی می‌شد به عنوان دیدبان گماشته شد. قرار بود اگر پلیس امنیتی نزدیک شد او علامت دهد تا رای دهندگان متفرق شوند. بهایان آفریقایی باید وانمود می‌کردند که مشغول تمیزکاری و پخت و پز هستند، در حالی که اعضای سفید پوست جامعه وانمود می‌کردند مشغول ورق‌بازی‌اند. آن انتخابات تاریخی بدون مانع سپری شد و نتیجه‌اش گواهی شد بر اصل بهایی یگانگی نژادی. از جمله 9 عضو انتخاب شده، 2 نفر سیاه پوست و 1 نفر از ساکنان رنگین پوست آفریقای جنوبی، 1 نفر سوازی و 4 نفر سفید پوست بودند. مهمانان برجسته. مهمانان در جشن یادبود عبارت بودند از بانوی اول پیشین آفریقای جنوبی زانله امبکی، خانواده سلطنتی سیگوکو از قوم آمامپوندو، آگوستینو زاکاریاس مدیر محلی سازمان ملل متحد و افراد برجسته شامل مقامات حکومتی، اعضای هیئت‌های سیاسی، هنرمندان، نمایندگان رسانه‌ها و اصناف، دانشگاهیان، رهبران دینی و کنشگران اجتماعی. کمیساریای عالی استرالیا سرکار خانم ان هاراب سخنرانی اصلی را ارائه کرد که به بررسی مسائلی مانند تواندهی زنان می پرداخت. او گرد همایی جوهانسبورگ را سرگرم کننده، الهام بخش و آموزنده توصیف کرد. او گفت از اینکه چگونه جامعه بهایی توانسته به اتفاق آنچرا که در 100 سال گذشته به جامعه آفریقای جنوبی ارائه کرده سامان دهد متحیر شدم. بینندگان عزیز، این بود 2 خبر به نقل از سرویس خبری جامعه جهانی بهایی. برای اطلاعات بیشتر شما می توانید به این تارنمای سرویس خبری جامعه جهانی بهایی رجوع بفرمایید. در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید. خدا نگهدارتون.